خواستگار من دکتر نیست. من دیگه امکان نداره معذرت بخوام. تقصیر دختر خود ما بوده. آره زدم به گربه بعدم فرار کرد. بقلا یه پیرزنه بود پرید جلو ماشین، منم از روش رد شدم. بعد دیدم پیرزنه زد تو سرش، هول کردم فرار کردم دیگه. الانم خیلی عذاب وجدان دارم. باید بگردیم اون پیرزنه پیداش بکنیم. صاحب گربه مرده چی؟ اونم ندیدیم. چطور؟ هیچی، ما گربه رو زیر گرفتیم، گفتیم پیداش بکنیم، ازش معذرت بخوایم، خسارتی چیزی هم شد بهش پرداخت بکنیم. بده صاحبش منم. چی؟ یالا پولمو بده. خسارتم میدی نه؟ بده. خب آقا دستو بلکن، دستو بلکن، میدم دیگه. پرسه بازداشتی ببرشون. بابا چرا؟ به جرم خرید پوش آقا مخاطب. چی؟ نمیدونم، با درخت صحبت میکنی؟ درخت دهن داره، زبون داره، با صحبت میکنه. شما هر موادی که بخوای تو هر منطقه ای هست، مثلا شیشه فلان جا هست، کراک فلان جا هست، هروئین فلان جا هست، هر کدوم توی منطقه خاصه. چی شد؟ هر دوشون خاموشن. بلایی سرشون نیومده باشه. نه بابا، الان حتما آقا هوشنگ صاحب گربه رو پیدا کرده، داره راجع به تاریخچه گربه سانان و آمار تلفات گربه ها واسه شون حرف میزنه. ببخشید بابا، سرما خوردی؟ نه بابا، پشه رفته تو دماغم. چی مصرف میکنی؟ هیچی، الان 7 ماه و 2 روزه که پاکم. با شما نیستم. آقای هوشنگ مظاهری. منم. گفتن چی مصرف میکنی؟ بس چی میخندی؟ جناب صاحب، من که سیگارم نمیکشم. عرض کردم خدمتتون، پسرم یه گربه رو زیر گرفت. پدر به جایی که واسه پسرش الگو باشه، تازه میره واسه اش جنس هم میخره. بابای من وقتی که بچه بودم، اگه یه سیگار گوشه لبم میدید، همچین میزد تو گوشم که 3 دور خودم میچرخیدم. تو گوشت خورده اینی؟ قاسمی، اینو ببر بیرون، خیلی حرف میزنه. باشه ببر بیرون. چی؟ باشه ببر بیرون. برو بیرون. ایشون باباته؟ بله. شما واقعا واسه پسر جنس می‌خریدی؟ جناب سروان یه نگاه به ما بکن، اصلا قیافه ما به این حرفا میخوره؟ ما تو کل خانوادهمون یه نفر سابقه نداشته. چرا؟ در محضر قانون نمیشه دروغ گفت. یه مورد داشته، اونم دایی بچه ها بود، البته الان چند ساله ترک کرده. دایی تو روز چی میگی؟ راست میگی، بسپارش به من. البته ایشون هم معتاد سابقه ها، کل خانواده بسیج شدیم ترکش دادیم، الان خدا رو شکر چند سالیه که پاکه. یعنی خودش میگه پاکم، ما میگیم پاکه. البته من یه شکایی بردم. آقای مظاهری، بیرون شلوغه، شما رو حین پول دادن به مواد فروش گرفتن. زنگ میزنی خونه ضمانت بیارن یا امشب اینجا میمونی؟ هیچ کدوم. با اجازتون ما الان ازتون خدافظی میکنیم و میریم. قاسمی، اینا رو بعد ببر بازداشتگاه. دستو گیرو. چی میگی؟ یه لحظه همجا واسه قاسمی جان. آقا همین مونده یه حسابدار قسم خورده یه شب بازداشتگاه بمونه. نمیخواد زنگ میزنی. سعید جان، خونه رو بگیر. اجازه هست؟ بیا. الو، سلام سارا. فقط نگی ما رو گرفتن. و خب بگم ضمانت واسه چی میخوام؟ فکر اینجاشو نکرده بودم. حالا یه احوال پرسی کن، قطعش کن. ما چیزیم. شما خوبین؟ مامان بهتره؟ خاله؟ خداحافظ. پس چی شو؟ ببخشید جناب سروان، پدرزن من سکته کرده، بفهمه ما رو گرفتن دوباره سکته میکنه. خب الان که بدتر شد که بیشتر نگران میشه که. بد شد؟ چی گفت؟ نفهمیدم. نگفت کجا؟ نه، ولی صدای بابا از اون من میمده، میگفت یه چیزی نگو نگو. این شماره هم شماره سعید نیست. خب همین شماره رو بگیر ببینیم کجا. پیداشون کردیم؟
نه هنوز. زیبا چطوره؟ بهتره، سرومش هم داره تموم میشه. عجب شبی شده امشب. ما هر شبمون همینه، مگه شب آروم هم داریم تو این خونه؟ این نمیگیره. بابا میگم الان شماره اینجا افتاده زنگ نزنم. نه بابا، شماره اینجا رو به این راحتی که نمیشه گرفت که. بگیرین دیگه. بله الان شماره مشیری 886 چی 96؟ بابا به دایت ها زنگ میزنی. همین مونده که بفهمه ما تو کلانتریم. بله. نه بیدارم. چی شده؟ خب گربه مرده. تسلیت میگم. خب نه بابا، به صاحبش دیگه. مگه گربه معتادم داریم؟ باشه الان میارم. نه بابا، رفاقت با به چه درد میخوره؟ مال یه همچین وقتاییه دیگه. قربانت، الان را میافتم. چیزی نمیخواد. قربان. 5 دقیقه دیگه اینجاست. خیلی فرصت. گفتین دوتا ضمانت بیارن دیگه. دوتا چرا؟ خب دو نفر این دیگه. ببینم، تو دوستی کسی نداری برای ضمانت بیاره؟ نه. مشیری که داره برای من ضامن میشه، تا هم یکی رو جور کن دیگه. یعنی شما میخواییم برین من اینجا بمونم؟ با اجازه. به کی زنگ میزنم؟ به مشیری دیگه، بگم یه ضمانت دیگه جور کن. البته اگه هنوز راه نیفتاده باشه. بگوشه کجا باشم؟ خونه دیگه. چی شده بگه؟ کی زنگ زدی؟ آها، راست میگی. گفتی چی شده؟ فکر کردم اینا رو تو خواب دیدم. من سند دستم نیست که. پسر خالم کلاهبرداری کرده بود، سند رو بردم، اونو در آوردم. کدوم کلانتری هستی؟ اصلا چرا گرفتنتون؟ ای بابا، پس تو چی شنیدی من یه ساعته داشتم حرف میزدم؟ باشه، حالا بعدم برات تعریف میکنم. نشد. بابا دایتا زنگ میزنه. اصلا به هیچ وجه من بابا هم سند خونه رو دارم، کار باش خوبه دیگه، زنگ بزن. نمیخواد. حسامی ببرش. سبو حسامی جان، آنچه شیران را کند روبه نزاج، احتیاج است. البته منو حتی گوشت همو بخوره مستخون همو دور نمیندازیم با اجازه. ایشون همون تنها مورد معتاد فامیله؟ متاسفانه بله. الو، سلام عرشیا جان، خوبی؟ چی؟ من نمیدونم عرشیا جان. خرسه؟ آه، فیله، باریکلا. نه، سوسمار که صدا نداره. چی؟ نه، الان اینجا که نمیشه، امو جون. او قلمون؟ ببخشید چند لحظه منو. خوبه دیگه ها؟ خب حالا گوشی رو بده به بابا. نمیخوام گوشی رو بدم. نمیخوام. کی؟ نمیخوام. عرشیا. هوشنگه. چی میگه؟ زن زده منت کشی کنه. منت کش، منت کشی نه. و مامان باهات خر، منم باهات خر. مامان تو هم باش خری؟ بده من گوشی رو. نمیدم.
بده بده ماما جون. الو سلام هوشنگ خان. ممنون. عطا همومه، اگه کاری چیزی داریم بگی من پیغامتونو برسونم. هر جا میلتونه. شما که تو این چند روز هر بی احترامی بوده به ما کردین، حالا اینم روش. خودتون داری میگی موضوع خصوصی و به تو ربطی نداره و هوشنگ دارم زنی زده منت کشی کنه. عطا اومد گوشی؟ هوشنگه پتر الو قد شد داره زنگ میخوره. الو الو عطا قد میکنه. شما مطمئنین که این آقا براتون ضمانت میاره؟ بله بله، ما گوشت همو بخوریم استخون همو قد کرد. فکر کنم این شماره رو شناخته جواب نمیده. میشه شما با گوشی خودتون زنگ بزنین؟ من؟ بله، اگه شما زنگ بزنین حتما جواب میده. ولی این بابا ضامنتون نمیشه. عطا رو من بزرگ کردم، شما زنگ بزنید حتما میاد. جام سمان کس رو افشو رفت نمیزن. بله؟ جام سمان کس رو افشو رفت نمیزن. شماره شو بگیریم. عطا سعادتی. عطا سلام. منظور آقای سعادتی؟ من سلمان احسانتر هستم از کلانتری. شوهر خواهر شما آقای هوشنگ مظاهری و پسرشون آقای سعید مظاهری حین خرید مواد مخدر دستگیر شدن. چرا اینجوری میگی شما؟ بله بله. کجا 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 میام بخوام برم پیش هوشنگ. هوشنگ کیه؟ زندانیه. بچه‌ها نمیتونن برن تو. قدغنه بابات کو. ای منم ببخشید. شما بفرمایید سر پست من الان میفرستمش بده. عرشی بابا برو تو ماشین بشین. نمیخوام. شما ببخش. ای دوست هوشنگ ما. آقای مشیری چطوری هستی شما؟ خوبی؟ مرسی. سلام خانم. من زنگ زد رفتم سند مغازه داییمو گرفتم آوردم ببینیم. آره منم همین جوری دیگه بلند شدم اومدم اینجا ضامنشون بشم درشون میارم بیرون. عرشی بیا برو تو ماشین. اینو ببر بذار تو ماشین. جناب مشیری به بچه میگه این اسم داره. اسم چیه عزیزم؟ من متاسفانه با دوستای هوشنگ نمیتونم حرف بزنم. چی شده هوشنگ کجاست؟ ما هم تازه رسیدیم هنوز تو نرفت. آقا هوشنگ الان این کارو نبود. دوباره شروع کردی عطا فرستادش برات مواد بگیره. جلو بچه حالا خوبه ها، ما اومدیم سند بذاریم بیاریمش بیرون. پس چی شده هوشنگ تو عمرش لب به سیگار نزده؟ آقای مشیری خیلی زحمت کشیدین اومدین. وظیفه بود خانم، خواهش میکنم. من خواب بودم خونه زنگ زد. دقیقاً واسه چی گرفتن اینا رو؟ هوشنگ چاق کرده. چاق؟ نه مامان جون، قاچاق. خیلی ممنون از اینکه درستشو بهش یاد میدی. خودم بلدم هوشنگ قاچاق شده. عزیزم قاچاق چی شده؟ باشه عمو هوشنگ. هوشنگ چی؟ عمو هوشنگ قاچاق چی شده؟ آفرین قربونت برم عزیز. خانم دکتر اینجا چیکار میکنه؟ سلام. سلام. دیگه ما ماشین نداشتیم. مهدوخت هنوز نرفته بود خونه ما رو رسوند. ببینین بار اول گذرمون افتاده اینجا. اولین بار کدومه؟ ما 100 دفعه تو کلانتری تو رو بردیم بیرون. بابا رضا شما رو میگن؟ نه. بله. درش میوردیم دو روز بعد تو پارک میگرفتنش. چرا تو پارک میگرفتنت؟ به خاطر اینکه رو چمنا راه میرفت. آقای مشیری بریم عرشیا برو پیش عمه. شما خودت؟ منم میام دیگه. نه برای چی، ما که کارو رو داریم انجام میدیم. نه بهتر هوشنگو تو این موقعیت نبینیم. راست میگه، این اینجوری ها آشنا ماشنا زیاد داره، همینجا میمونیم. این سند کارواش به نام خودتون نیست؟
بله، مال آشناهاست، گرفتم اون. از این ضمانت برای آقای هوشنگ مظاهری. نه خیر، این سند کارواش برای آقای سعید مظاهری. دو تا ضمانت داریم، دو تا متهم. چه فرقی میکنه؟ نه خیر، فرق میکنه. من ضمانت خواهرزادم میکنم. ایشون اصلا ربطی به من نداره. خیلی خوب. بشین تا من برگردم. دایی دستتون درد نکن. واسه بابات سند نیورده داری ازش تشکر میکنی؟ خب واسه من که آورده. خیلی نامردی. اینقدر نامردی که حاضری من ایشم اینجا بمونم اما برای من ضمانت نیاری. من که برات سند آوردم. دارم به در میگم دیوار بشنوه. ما رو باش، سند آورده بودم، دیدم آقای مشیری آورده، من رو نکردم که رود زیاد نشه. واقعا؟ بله. تاغونم کردی تو. چی بله میکنی؟ چی کار داری میکنی؟ چی؟ میگم چی کار داری میکنی؟ داریم آشتی میکنیم. مسخره کردین منو؟ شما که دوتا سند دارین واسه چی نصف شب منو زاورا میکنین آخه؟ چی کار داری میکنین؟ درشم آقا با آشتی واسه بیرون، بفرمه بهتون خبر میدین. راستی؟ آقا حتی شما این؟ احسان فرتو دبستان با هم بودیم نه؟ دبستان کدومه؟ آقای مظاهری ازتون تعریف کردن. بله آقای مظاهری لطف دار. جام سربان به نظر من اصلا یه سوء تفاهمی شده. هوشنگ اصلا این کاره نیست. بله گفتن. اینم گفتن که یه دوره شما حسابی اهل این حرفا بودی. البته این هم گفتم که کک کرده دیگه. نگفتم اصلا فر. چرا گفتین؟ آقای مشیری اصلا قیافه قشنگی دارم، بلند شدم سند رو بردم گذاشتم اونجا که ایشون آزاد بشه، نشسته پشت سر من همینجور حرف گرمی. دادا شما هم آروم باش، میای خونه ما با هم حرف خونه... میزنیم. کجا خونه؟ کدوم خونه؟ من اصلا دیگه خونه نمیام. چرا؟ من با ایشون. دست تو به من نزن. که با آبروی خانوادگی من داره بازی میکنه هیچ ارتباطی ندارم. دایی بازم خیلی ممنون بابت سند. برو بابا حالا تو همین وسط آمه تو کنم من. لطفا به خاطر این ماجرا با خانوادتون اصلا هیچ صحبت نه نش. خیالتون راحت باشه. شطور دیدین ندیدین؟ چشم باش. خواهش کردم ازتون یه بار گفتین دیگه باشه. چی شده هوشنگ؟ در خراب شده دارم درستش میکنم. درست بود که هر چیز خرابی یه زمانی درست بوده، مثل همین برادر شما اوایل خوب بودا، این آخر سریع اینجوری شد. دوی نصف شب در دستشویی خراب شده چه ربطی به برادر من داره؟ جای تشکرته که برات سند آورده؟ برای من نیاورده، برای خواهرزادش آورد. دیدی که دوتا آورده بود. حالا شاید کسی اون توه. کی؟ من تو که اینجایی؟ سارا و سعید آدم نیستن؟ سعید توی تو دستشویی؟ نه من تو اتاقم خوابم. چی؟ خب اون توی دیگه، صداشو ضبط نکرده که پخش کنه. این موقع شب تو دستشویی چی کار میکنی؟ تو چرا نمیری بخوابی؟
خوابم نمیبره دیگه، همش تو فکر این گربه هم از وجدان دارم. آفرین آفرین پسرم، منم جای تو بودم اصلا خوابم نمیبرد. من و پسرم به یه اصولی اعتقاد داریم که هرگز زیر پا نمیذاریم. بیا بغلم. نه همون میرم بخوابم. سعید جان نگران نباش، فردا با هم میریم دنبال گربه و صاحبش. فردا که سر کاری تو. این مهمتره. دایی عصبانی میشه نری شرکتا. ابا با من و دایی این حرفا رو نداریم که. اینم به خاطر تو. به کی زنگ میزنی؟ مشیری. دوی نصف شب، خب خوابه بیچاره. مشیری مرد شبه. بله شما چی شده؟ آخه منو بیدار کردی که بگی نمیای. خب به درک که نمیای. آخه وقتی که میای مگه با وقتی که نمیای فرقی میکنه؟ خب برای این که بیچاره کردی من امشب، یه گربه زیر کردی و 600,000 دفعه منو بیدار کردی. کی گفته من شب زنده دارم؟ بله فردا نمیتونستی منظرت بخوای؟ خدافظ. پس منو بی خبر نذارینا. باش خدافظ. ببین اونها رو فراموش نکنی. سعید نه یه جلو بش. نه خوبه راحتم. آره. بابات رانندت که نیست. نمیدونم خودت یه نگاه بکن ببین کجا گذاشتی. باشه قربان تو، خداحافظ. هوشنگ هوشنگ هوشنگ. تو کی پیاده شدی؟ من گفتم پیاده شم بشینم جلو دیگه. دیوانه ای؟ خب 2 دقیقه دیگه میرسیدیم دیگه. بیا بالا. کمر بند. خدا میدونی چند وقت با هم دیگه تنها نبودیم؟ دیشب تنها بودیم. تو ماشین رو میگه. تو ماشین تنها بودیم، همین هم گفتین دیگه. تو خیلی حافظه خوبی داری یا؟ میدونستی چقدر بهت افتخار میکنم؟ آخوی به چی من افتخار میکنین؟ به این که به خاطر اشتباهی ناخواستهی که کردی احساس گناه میکنی. از اینکه به هم نوع خودت آسیب رسوندی ناراحتی، عذاب وجدان داری. من به گربه زدم، به هم نوع هم آسیب نرسوندم که. فرقی نمیکنه. بنی آدم اعضای یکدیگرند. بنی آدم آره، ولی من به گربه زدم. خب بنی گربه هم اعضای یکدیگرند. بنی گربه هم مگه داری؟ چرا نداری؟ ببین فردوسی اگه به جای رستم و سهراب درباره موش و گربه مینوشت، الان به جای بنی آدم بنی گربه داشتیم. میدونستی این شعر رو قاب کردن زدن سردر فیفا؟ سازمان ملل. مگه رئیس فیفا سپ بلاتر نیست؟ چرا، ولی این شعر رو به در سازمان ملل زدن. کوفی انان؟ نه بانکیمون. به هر حال خوشحالم که امثال من و تو هستن. هرچند آدمایی مثل من و تو
نسلشون داره منقرض میشه، آدمایی که قلبشون برای هم نوعشون میتره. کجان پوریای ولیا؟ کجان؟ آقا منم ببرید. نه عزیزم، کجان تختیا؟ سوارش نمیکنی؟ کیو؟ خودتون دیدین دیگه. دیرمون شد. حالا دو دقیقه دیرتر برسیم گربه زنده نمیشه که. آفرین. آفرین. دست درد نکنه. یه ساعت اینجا واستادم، به هر کی میگم منو تا سر این کوچه ببرید هیچ کی نگر نمیداره و توجه هم نمیکنه. اتفاقا پیش پای شما صحبت همین حرفو با پسرم. آی آی. دیگه خبری از این جوون مردی ها نیست پدر شما. آی 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 آی. خب همینجا دیگه. نه چند تا کوچه بالاتر وقتی رسیدید میپیچید دست راست، تا این کوچه که رسیدید دوباره میپیچید دست راست، بالاتر از پارک سر کوچه در خونمو پیاده میشم. دقیقا میخواین جلوی خونتون پیاده بشین؟ بله. واقعا دیگه از این جوان مردی ها هیچ جا پیدا نمیشه. الان دقیقا چتونه؟ آخه من میدونم طوریتون نیست بهونه میگیری. خب بچه از شیطونه دیگه. خانم میشه زودتر کارو من را بندازی؟ گفتم الان تموم میشه آقا. نه خیر، نمیشه برین خونه خودتون. من الان بانکم، سرم شلوغه، دارم کار میکنم. چقدرم براتون مهم؟ ولی چیزی گفتی؟ نه. میگم کسی خونه نیست. این کیه داره شیه میکشه؟ عرشی تویی؟ گوشیو بده بابا بزرگ. زشت عمه جان، عمو موشن که قاچاقچی نیست. ببخشید من میتونم برم یه باجه دیگه؟ نه خیر. عرشی اذیت نکن. از بلد نیستم بشم. گنجیش میشم. خوبه؟ شماره دی؟ چیک 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 چیک. یک. خوب شد. حالا گوشیو بده. چی شده؟ هیچی. بابا رفته خونه عطا بهونه گیری میکنه. چرا؟ این شیرین بچه رو بعد بار آورده دیگه. عرشیای همش اذیت میکنه. خودش هم که تا لنگ ظهر خوابه، یه چایی نداده به این پیرمرد. پس چرا رفته اونجا؟ عطا با هوشنگ قهره، بابا رو برده پیش خودش. میخوای یه ساعت مرخصی بگیر؟ برو خودت باش حرف بزن. عطا هارت و پورتیه ولی زود آشتی میکنه. خسته نباشی پدر جان. سلام علیکم. سلامت باشی. شما یه گربه محتضر این هول و هوش ندیدی؟ مختصر؟ محتضر، روبه موت، مریض. من از این چیزا زیاد میبینم. یکی هم برادر خدا الان گوشه خونه افتاده، نه درمانی نه بیمه ای، مسئولینم که این خیالشون نیست. شما مال کدوم ارگانی؟ ما داریم راجع به گربه صحبت میکنیم. پسرم زده به یه گربه، ما هم الان دنبال خودش یا صاحبش میگردیم. مال یه خانم مسنی بود. آها، گربه خانم جهانگر رب زیر ماشین. آدرسشو بلدین؟ بله، توی این کوچه در قهوه‌ای. آقا دست شما درد نکنه، زحمت کشید. آها همون باید باشه. میگم قبلش بریم یه چیزی بگیریم دست خالی نرفته باشیم. ها بریم. سلام علیکم. سلام علیکم. سلام قربان. سلام. ببخشید یه جعبه شکلات میخواستم. چه جور شکلاتی؟ یه شکلات مجلسی خوب برای یه خانم متشخص میخواییم. اصلا فکر کنیم برای مادر خودتون میخواییم. بفرمایید. البته بزرگترش هم هست. نه همین خوبه. چقدر تقدیم کنن؟ 25 تومن. 25,000 تومن؟ بله. ببین یه گربه زیر کردی چقدر خرج رو دست من گذاشتی. بفرمایی گربه خانم جانگرد شما زیر کردی؟ بله، شازده پسر من زیرش کرده. انوشتین رو تو کشتی؟ چیو؟ گربه خاله من. مذارت قاتل انوشتین رو گرفتم. ببخش قاتل انوشتین رو گرفتم.
قبول نداری اشتباه کردی؟ آخه اینجوری که نمیشه که. بابا این حرف نمیزنه. چرا بابا جون؟ میگه ببینم. آیه آروم داره میگه، خجالت میکشه، یاد نگرفته. تو زیاد تکرار بکن درست میشه. تو که لطف کردی واسه هوشنگم سند میذاشتی، این همه حرف پیش نمیومد. یادت رفته سر سکر چه آبرو ریزی کرد؟ باز من مرد بودم یه سند آوردم. خب حالا دیگه اینقدر کشش نده. شب بیاین خونه ما دور هم یه کبابی بخوریم، بابا هم اونجا راحت تره. اگه معذرت خواهی نکنه، نه من نه بابا پامونو تو اون خونه نمیذارم. اون که همون شب معذرت خواهی کرد، تو قبول نکردی. الان هم نمی کنم. بالاخره یکی باید کوتا بیاد دیگه. سلام زهره جون، کی اومدی؟ سلام شیرین جون، ساعت خواب؟ سریال گرفتیم. همگم این قسمت ببینم میخوابم، این قسمت ببینم میخوابم. خودت میبینی ساعت 3 شده. عطا من چند بار گفتم نذار این بچه با اینا حرف بزنه. عزیزم قربونت برم. ارشیا جون، اونا که تو اون فیلم دیدی حرف میزنن، اونا توتی هن. ماما اینا الان مرغ عشقن، حرف نمیزنن که. نه خیر، حرف میزنن. من بزرگترتم میگم حرف نمیزنن. بگو نمیزنن. بابا اون گفته صد دفعه بهش بگه ارشیا میگن. عطا این چی میگه؟ بابا داشت میمد تو دست و پا، گفتم که سرش گرمه. تو واقعا برای اینکه بچه رو از سر خودت واکنی بهش اطلاعات غلط دادی؟ اونم تو عصر اطلاعات؟ شما فکر میکنی مثلا این اطلاعات رو سیف میکنه؟ ما زبونمون مو در آورد که یاد بدیم مرش وقتی از در میاد تو سلام بده. سرشو میندازه اینه چی میاد تو؟ مثل چی؟ مثل آدم سربازی. میبینی زهره جون؟ صبح تا شب زحمت میکشم، هی زبان انگلیسی و اطلاعات عمومی به این بچه یاد میدم، وقتی دو دقیقه نگهش نمیداره، وقتی هم نگهم داره هی اطلاعات غلط بهش میده. رایندنتا الی قربون تو برم. من میبینی چه مغز آماده ای داره این بچه. پاش مامان جون اینا رو ول کن، بیا بریم به بابا کمک کن گلا رو مرتب کنه. باشه باشه، قربونش برم. نمیخواد دست و بالش زخوزیلی میشه. فقط بی کرفول مامان جون، خطرناکه. باشه. نه دیگه باشه، نه این دفعه بگو اوکی. اوکی قربونش برم. آها ارشیا جون، به عمه زهره بگو که گیاهان روزا چی تولید میکنن. شیر. نه دیگه اون گابان، گیاهان روز. دیروز گفتم همونی که آدم ها برای زنده موندن خیلی بهش احتیاج دارن. پول. اینو راست میگه. نه مامان جون، اکسیژن. ادو آفرین پسر باهوشم. چی؟ چای میخوای؟ الان برات میارم. جاست امینت. منم دیگه دارم میرم. اتا تو هم از خر شیطون بیا پایین دیگه. به بابام نگو خر. نه عزیزم، یه ضرب المثله. آتا تو میدونی هوشنگ هیچی تو دلش نیست، بی خیال شو بذار بابا. بده من میخوام برقیچ کنم. نه عزیزم، این دستتو میبره، تو برو با همونا بازی بکن، با توتی برو بهش بگو. بگو اونا حرف نمیزنن. چرا میزنن؟ تو فقط باید بری نزدیکتر، یعنی صورت تو بچسب اون قفس. برو 20 بار بگو درست میشه. بدو خرشه جون بیا پایین، قیچی رو بده من. ارشیا جون این حرف از کیت گرفتی؟ عمه زهره. نه عزیزم، من اینجوری ازش استفاده نکردم. چرا؟ به بابام گفتی. بیا بچه بیا بگیر برو باغبانی کن. باغبون به انگلیسی چی میشه؟ عزیزم گل به انگلیسی میشه فلاور. شیرین جون من مرخصی ساعتی گرفتم، باید برگردم. تو با عطا صحبت کن، شب بیارش خونه ما. عطا رگ خوابش دست منه، تو برو به کارت برس. هارت و پورتیه. اتفاقا شیوا هم همینو گفت من اومدم. کی گفت؟ هیچی، من باید برم دیگه. شیوا گفت؟ نه بابا، اون چی کار داره به این کارا؟ چی شده؟ هیچی، خانم سابقتون دارن تو زندگی ما موش میدونن. شیرین جون شلوغش نکن، او اصلا تو این کارا دخالتی نداره. بابا من چیزی بگم؟ نمیخواد الان فعلا. خیلی مهمه. میگم الان نمیخواد دیگه. بفرمایید این جعبه شکلات خدمت شما.
مونس منو کشتید، حالا شکلاتم آوردین؟ من نکشتم، پسرم کشته. الان اومده از شما معذرت بخواد. با من یه چیزی بگم؟ نه معذرت بخوام. واقعا من در وهله اول ندیدم گربه رو، یعنی اول که از روش رد شدم فکر کردم دست اندازه، بعد از تو آینه نگاه کردم دیدم گربه شما کاملا له شده. این بود معذرت خواهید، کاملا له شده. شما خودتون رو ناراحت نکنین خانم، بالاخره اون بیچاره مریض بود، راحت شد رفت. این گربه نشد، یه گربه دیگه. کجاش مریض بود؟ میفهمین چی داریم میگین؟ انشتن همه زندگی من بود، همدم هم مونس تنهایی. بله بله که من کاملا درک میکنم، خیلی گربه نازی هم هست. اتفاقا مرحوم انیشتین هم یه عکس داره همینجوری زبونشو انداخته بیرون. میدونین چیه خانم، گربه ها میان و میرن، اما این زندگیه که ادامه داره. جسارتم میخواستم یه مبلغی رو تقدیم بکنم برای خرید گربه جدید. بله. این چی آقا؟ پول برای جانشین مرحوم انیشتین. اینطور که متوجه شدم شما به فیزیک خیلی علاقه دارید، پیشنهاد میکنم اگر به فیزیک کلاسیک علاقه دارید اسم گربه جدیدتون رو بذارید نیوتن، اگرم به فیزیک مدرن علاقه دارید اسمشو بذارید هایزنبرگ. یه چیزی بگو دیگه، پیشنهادی بده. چخوف. میخائیل چخوف. یه مدت هم که باهاش صمیمی شدین اسمشو میتونید بگید میخ. آنتوان چخوف. آنتوان. نه نه نه، همون چخ. جری چطوره؟ تام. مگه گربه جری نبود؟ نه دیگه، گربه تام بود. نه جری گربه. بس کنین آقا، گربه منو کشتین، همدم منو کشتین، حالا 50 تومن گذاشتین اینجا دارین در مورد اسمشم بحث میکنین. البته 70,000 تومن خانم، اگر راضی نیستی من مقدار بیشتر بذارم. آقای محترم، انشتن من یه گربه سیامی مشکی اصل و نسبدار شناسنامه دار بود، میفهمین چی میگم؟ ولی اینکه نه سیامیه نه سیاه، حالا اصل و نسبشو خبر ندارم. خب منم یه ساعت همینو میخوام بگم دیگه، من اصلا به این نزدم. چی؟ این بنهور گربه قبلیمه، انشتن طوله بود، هنوز وقت نشد ازش عکس بگیرم، میفهمی؟ نه. اون حداقل 5,000,000 تومن میارزید. 5,000,000 تومن؟ بله. خانم یوز پلنگ در حال انقراض رو که زیر نگرفته، یه گربه سیاسوخته فسقلی بوده. قیمتش همین سیاسوخته هم خودتون هستین. خانم محترم، خود مرحوم انیشتین هم 5,000,000 تومن نمیارزی. بابا دیگه با انیشتین شوخی نکن دیگه. معذرت. آقا چرا متوجه نیستین؟ من اصلا به مسائل مادی انیشتین فکر نمی‌کنم. آفرین. پس موضوع دیگه مالی نیست. خیلی حرفتون قشنگ و تاثیرگذار بود. میدونین چیه خانم؟ این روزا همه چی شده پول. آدمایی مثل من و شما کمیابن. پاشو سعید جان. خانم امیدوارم این جریان فرهنگ سازی بشه، روی کرده غیر مادی شما همینطور گسترش پیدا بکنه و انیشتین های بیشتری برای شما در راه باشن. نگاه فیزیک رو به آینده است. بازم متاسفم. خدا نگهدار. خداحافظ. کجا؟ ببخش. کجا؟ بریم که خانم جهانگرد به خلوتشون برسن. خسارتش چی میشه؟ خسارتی چی؟ خودشون فرمودن که انیشتین جان براشون ارزش مادی نداشته، بیشتر حسی بوده. ما که دلجویی کردیم ازشون. ولی مادیش هم مهمه. پولو میدی یه جوری دیگه برخورد کنم. چشم میدم، ولی من الان 5,000,000 که ندارم تو چی بدم؟ بریم سر کوچه کارت بکش. عزیز من، من بهتون میدم ولی الان موجودی ندارم، میرم جور میکنم بهتون میدم. اگه نیاوردین چی؟ ما که خودمون با پای خودمون اومدیم خدمتتون. ظرف یکی دو روزه من جور میکنم میارم خدمتتون. آقا خواهش میکنم، مطمئن باشین خواهش کردم ازتون. آقای سجی بریم. دور نزنی بارو. مطمئن باش. بابا کاغذ داری تو کیفت؟ کاغذ میخوایی باز چی؟ باز صدقه. چیکار داری میکنی؟ اقینو بگیر.
بذار من خیال اینو راحت کنم. سعید آقا جان نگاه کن، این شماره تلفن خونه ما، خب این شماره موبایل بابام، خب اینم آدرس خونمون. حالا آقا اینم کارت ملی من، گروهی دست شما، خیالت راحت دیگه. درمت گر چکریم. خداحافظ. بریم آقا، حلش کردم.